خب باز دوباره دوستان یه یادآوری مهم انجام بدم توی یه رشته های مثل رشته مهندسی کامپیوتر اساسا خود رشته نرم افزار داره فرایند حل مسئله رو باز میکنه یعنی خودش اصلا خود رشته داره تو دوره لیسانس باز میکنه که من یه مسئله دارم مسئله منم معمولا مسائل مهندسی کامپیوترم از این جنسه که مثلا یه مختصات الفی داریم که نامطلوبه و یه مختصات بی داریم که مطلوبه میخوایم از این مختصات نامطلوب یا کمتر مطلوب بریم به این مختصات مطلوب این که ما چطوری از این به اون برسیم این راه حل میشه ماجرایی که شاید مثلا درصد بالایی از بحث‌های رشته مهندسی نرم افزار رو به خودش اختصاص بده چجوری با تکنیک های هوش مصنوعی میتونیم یه راه حل مناسبی پیدا بکنیم برای اینکه قیمتگذاری کرایه ماشین های تاکسی تو زمان های مختلف روز و روزهای مختلف ماه و ماههای مختلف سال تعیین بشه که در این حالی که مشتری ها کسانی که مسافر هستن راضی باشن هم راننده راضی باشه هم پلتفرمی که در واقع داره این خدمت درون شهری رو سفر درون شهری رو ارائه میده این میشه یک مسئله پژوهشی برای یک مهندس کامپیوتر وضعیت موجود اینجا چیه شیوه قیمت نامناسب قیمت گذاری به واسطه چی نامناسب به خاطر اینکه تنوع مسیرها درش ملاحظه نمیشه فاکتورهای متعددی که تاثیر داره توی هزینه درش ملاحظه نمیشه و به طور مناسب این تفاوت ها دیده نمیشه و قیمت گذاری هوشمند نیست وضعیت مطلوب چیه اینه که خب ما با در نظر گرفتن همه این فاکتورها بتونیم یه قیمت مناسب رو برای هر سفر خاص قیمت خاص بدیم این رو خواستم بگم برای اینکه که دقت داشته باشیم که گاهی اوقات رشته ای که ما داریم کار میکنیم روش حل مسئله ویژه خودش رو داره خب اونجا متناسب با اون روش حل مسئله پیش میریم اما یک گام هایی رو هم برای عموم رشته ها میشه پیشنهاد داد که اینجا من دارم مطرح میکنم خیلی نمیخوایم رو هر گام متوقف شیم اما برای من مهمه که همه این گام ها برای شما جا بیافتن خب گام اول چی بود؟ تجزیه و تحلیل مشکل اول اصلا میخوایم این مشکل مرکب رو بشکنیم خب من همینجا میخوام به فنون تولید سوال اشاره بکنم شاید جای خوبی باشه این طرحش اینجا فنون تجزیه مشکل و اینکه اساسا کجاها معمولا ما با مسئله مرکب مواجه میشیم اگر که حساس باشیم به این مواضع ترکیب مسئله وقتی با یه مسئله مواجه میشیم فوری قبل از اینکه کسی بخواد ما رو هوشیار بکنه نسبت به این موضوع خودمون اون مسئله رو میشکافیم و توجه میکنیم که این مسئله مرکبه خب در ادامه میخوام هر کدوم از این فنونی که اینجا مطرح شد در زیل گام اول رو بهش بپردازم اولین موردش تولید سوال بود. یادمون باشه که تولید سوال اینجا دوباره تکنیک ها و محتوایی که من اینجا دارم طرح میکنم برای بسترسازی برای اون جرقه ها و نوآوری هاست خب یکی از راهکارهایی که ما رو زودتر میتونه به اون مسئله پژوهشی خوب برسونه شناسایی مسئله یا تولید مسئله بر اساس شکاف های پژوهشی است این بحث تو حوزه پژوهش تحت عنوان ریسرچ گپ بهش پرداخته میشه کسانی هم از اخت... تخصصا رو بحث ریسرچ گپ دارن کار میکنن و مثلا آقای دکتر ال... البسن یکی از کسانی که تخصصا رو حوزه ریسرچ گپ کار کرده کتاب مستقل داره تو این موضوع و این اتفاقایی که زمینه زمینه‌هایی که به نظرم خیلی خیلی دانشجوها درش مشکل دارن که اساسا ما چه فرایندی رو طی کنیم که بتونیم حداقل امیدوار باشیم که در طی این فرایند به یک مسئله خوب برسیم یه چند لحظه وایسیم و فکر کنیم با خودمون چند لحظه تعمل شما برای پیدا کردن مسئله پژوهشی خودتون چیکار میکنید چطور مسئله رو کجاها دنبال مسئله میگردید مسئله در ذهن شما چجوری متولد میشه الان به این مسئله خاص رسیدید چجوری متولد شده این مسئله یه مکسی بکنید و بعد در ادامه با هم در مورد این صحبت